میگفت چرا خاله مهین و عمو لطفی دیگه منو دوست ندارن. گفت مگه من چه کار کردم؟ گفت اگه شما بخواین حاضر دخترتون بشه. اینطور که سارا تعریف میکرد پدر مادرش مدام با هم دعوا داشتن. بعد از اینکه اونا از هم جدا میشن سارا با همش زندگی میکنه. پس اون زن مادر سارا نبود؟ لطفی تو رو خدا یه کاری بکن، اینجوری این بچه از بین میره. آخه چرا هیچکی متوجه نیست چی داره به سر این بچه میاد؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ اینقدر نگو ما چی کار میتونیم بکنیم. بالاخره باید یه راهی باشه، باید بشه یه کاری کرد. مگه نه؟ ما اطلاع زیادی در مورد خانواده اون نداریم. یعنی ما میتونیم مشکلات خانوادگی اونو حل کنیم؟ بچه های زیادی هستن که در اثر جدایی پدر و مادرشون من میدونم، من همه این چیزها رو میدونم. اما در ضمن اینو هم میدونم که این بچه کوچیک تو این دنیای بزرگ جز ما هیچ کس رو نداره. ما نمیتونیم همینطوری ولش کنیم. اون نخواسته خیلی رنج کشیده. ببین کمان، من نمیذارم و اجازه نمیدم که سارا تا تکلیفش روشن نشده از پیش من یک لحظه هم دور بشه. فهمیدی؟ مهین ببین، وقتی ما وایسادیم و ترمز کردیم تو گفتی واسه خاطر این که بفهمیم ماجراش چیه. حالا ماجراشو فهمیدیم، اما دونستن ماجرا کافی نیست. کافی نیست. باید جایی که زندگی میکرده جهنم بزرگی باشه که حاضر همه جا بره مگه اونجا. دایی جان بذار سارا رو ببرم خونه. دایی جون حالا که خوابیده اگه اجازه میدین فردا صبح بیارمش. یه وقت روش باز نمونه. مواظبی. ببخشید. کاش میشد پیش ما بمونه. آقای لطفی شما که بهتر میدونید این کار عملی نیست. میدونم علی آقا، بدبختانه میدونم. شب بخیر. Thank you.
اینم مداد رنگی و ماژیک. قلمو آب رنگ هم اینجا هست. نقاش کشیدن دوست داری؟ گاوا چه شکلی میکشن؟ گاوا؟ والا چطوری بگم؟ تو خودت حالا گاو ندیدی؟ عکسشو خونه عمو لطفی دیدم. میخوام بدم بهش. عزیزم عمو لطفی خودش گاو داره. میدونم یعنی گاو منو نگه نمیداره. من فکر میکنم گاوی که تو بهش بدی رو خیلی هم دوست داشته باشه. میگم گاوی که میکشی حواست باشه زیاد چاق و چله نشه، میترسم از در نتونه بره بیرون. ها ای وای، اگه نتونه بره بیرون چی کار کنی؟ نمیدونم. من میگم که یه گاو بکشیم که توی چمنزار ایستاده و داره به اطرافش نگاه میکنه. ها؟ مگه نمیخواستی علی برات یه گاو بکشه؟ من حالا باید چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. سارا جان، دیشب خونه خاله مریم به شما خوش گذشت؟ کجاست؟ کی عزیزم؟ منو ببرید. کجا ببریم؟ هر جا که میخواستید. آقای لطفی کجاست؟ رفت. صبح خیلی زود رفت. سلام. بفرمایید. شما میتونین راه برین؟ پس سارا کو؟ پرسیدم شما میتونین راه برین؟ بله. پس راه بریم. معلوم هست چه میگید آقای لطفی؟ در مورد راه رفتم بله، ولی در مورد بقیهش نه. پس بچه رو چرا نیوردی؟ خانم با شما بعدن میخوام صحبت بکنم، فعلا با آقای تقیپور کار دارم. خواهش میکنم بفرمایید بیرون، میخوام با شما قدم بزنم. بچید آوازه به خودت باش. ما فکر کردیم امروز سارامونو میبینی. من به اون خیلی عادت کردم. مجید میدونه من بدون اون یه لحظه هم... بالاخره میتونین راه برین یا نه؟ بله. پس بفرمایی خواهش میکنم. خانم محترم، ضمناً یه ضرب المثلی هست که میگه دل به دل راه داره. در چه مورد؟ در همه موارد.
ضمناً شما قرار بود راه بریم، ولی ظاهراً هنوز یا نمیتونین یا نمیخواین. شما حق نداری تو زندگی دیگرون وارد بشین و دخالت کنین. بله، نه، حق نداری. ولی این شما بودین که سرزده وارد زندگی ما شدین. متوجه نمیشم. شما در شبی سرد و تاریک زمستانی، بدونی که ما بخواییم، شاید ناخواسته، سارا رو سر راه ما قرار دادین. ما معتقدیم که خواست خدا بوده. سارا رنج کشیده و بدبخت وارد زندگی ما شد. اول گمان می‌کردیم رنج سارا از شرایطی بوده که بعد از تصادف داشته، ولی خیلی زود فهمیدیم که رنجش از دردیه که میکشه. اون آقای تقی‌پور برای کشیدن این درد خیلی کوچکه. دیشب ما بهش گفتیم که باید پیش شما برگرده. اون معصومانه به حرفای ما گوش کرد، اما نیمه های شب ما رو ترک کرد به قصد این که از مادرش بخواد اونو دوست داشته باشه. الان سارا کجاست؟ نه نه نه، نگران نشین. شانس آوردیم در قفل بود. ولی من خیلی نگرانم آقای تقی‌پور که یه شب فراموش کنیم در رو قفل کنیم. سارا امروز بدبختر از دیروزه، چون که فکر میکنه ما هم مثل پدر، مادر، عمه، عمو، و فکر میکنه هیچکی اونو دوستش نداره، هیچکی اونو نمیخواد. فکر میکنه چون بچه بدیه هیچکی دوستش نداره. مگه آقای تقی‌پور بچه ها میتونن بد باشن؟ چرا باید هر روز ده ها بار بهشون بگیم تو بدی؟ چرا باید کتکشون بزنیم؟ چرا بدون این که سنگینی دستامونو بفهمیم تن نحیف اونا رو هدف قرار میدیم؟ شما حق ندارید ما رو متهم کنید. ما حق داریم آقای تقی‌پور، چون سارا رو دوست داریم. ما حق داریم از کسی که دوستش داریم دفاع کنیم. همسرم گفت به شما بگم اون اجازه نمیده تا وضع سارا روشن نشده یک لحظه ازش دور بشه. حالا من اومدم بگم که منم اجازه نمیدم. اومدم بگم مصرانه ما روی حرفامون ایستادیم. اومدم بگم چون ما سارا رو دوست داریم ازش دفاع میکنیم. اگه شما سارا رو دوست دارین ازش دفاع کنین. بذارین اون بفهمه به خاطر محبتی که بهش دارین قدمی براش برداشتین. متوجه شدین آقای تقی‌پور؟ و ما خوشحال میشیم اگه تو این دفاع بازنده بشیم. سارا اگه سارای ما بود حتما این کارو میکردیم، گرچه الانم این کارو میکنیم. آقای تقی‌پور اگه از سارا دفاع نشه فردا بدبخت‌تر از امروز خواهد بود. کسی نیست؟ سلام.
سلام. گاوداری نرفتی؟ نه. من این گاوا گوساله هاشونو دارن و گوساله هام پدر مادراشونو. من این بهشون گفتم. چی رو بهشون گفتی؟ بهشون گفتم تا تکلیف سارا روشن نشه به هیچ کس نمیدمش. تکلیف سارا چیه؟ تکلیف سارا روشنه. اون باید خوشبخت بشه. باید هیچ وقت از لبای کوچکش بیرون نیاد که بگه من بدبختم. از خدا میکنم. از خدا میکنم. چیه مگین؟ چی شده؟ ها؟ سارا کجاست؟ از صبح شال و کلا کرده تو اتاق نشسته منتظره تا تو بیای. تا من بیام؟ میگه هر جا که تو بگی میره. هر جا که من بگم؟ کمال ها؟ اصلا مثل این که براش مهم نیست. چی مهم نیست؟ نمیدونم اصلا حرف نمیزنه، فقط نگاه میکنه. ظهر من دارم میرم. مرخصت کردم؟ خودم مرخص کردم. تو که هنوز حالت خوب نشده؟ خوبم. تو هم چند روز دیگه مرخص میشی. دکتر میگفت که دیگه خطری متوجه تو نیست. الحمدلله همه چیز به خیر و خوشی تمام شد. هنوز مطمئن نیستم زهره. اتفاقا خوب شد. فردا صبح میری شرکت. راستش یه عالمه کاری که... ببین زهره، من دیگه شرکت نمیرم. نمیری؟ نه. میدونی؟ من فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که شما راست میگفتید. همیشه خیر صلاح تو رو. ممکنه دهنتو ببندی؟ چی؟ یعنی میخوای تکرار کنم؟ من فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که شما درست میگفتید. من آدم حق نشناسی هستم. حتی گاهی هم نمک نشناسم. و ضمناً نمیتونم به محبت‌های اطرافیان پاسخ بدم. زدی به سره؟ و یه عیب بزرگتر دیگه که دارم زهره، اون این هستش که از واقعیت‌ها فرار میکنم. من که قصد بدی نداشتم مجید. تو درست میگفتی. تو درست به این نتیجه رسیده بودی که دنیا دیگه جای محبت کردن نیست. چرا نیست؟ چی نیست؟ تو یه زن عاقل و فهمیده و کاملا موفق هستی. تو صاحب یه شرکت بزرگ با چند میلیون سرمایه هستی. یعنی من قبول بکنم که تو متوجه یه حرفای من نمیشی؟ بس کن مجید. اگر من متوجه یه حرفای تو نمیشدم حق داشتم. آخه من برادر کوچکه هستم که اگر تو زیر بالا پرمو نمیگرفتی هیچ وقت هیچی نمیشدم. درست مثل شوهرت که اگر مشمول محبت‌های تو نبود هیچ وقت هیچی نمی‌شد. اما من تعجب می‌کنم و از یه چیزی اصلاً سر در نمیارم. من اصلاً حالم خوش نیست. باز از سر دردم الان شروع میشه. و اون اینه که چرا هر وقت کسی از پیش تو میره باز هم هیچی نیست. مثل شوهرت، مثل زن من میترا، و مثل سارای بینوا، و حالا مثل خود من. اون گاودار دیوونه به تو چی گفت که عقل از سر پریده؟ گفت اگر طالب محبت کسی هستی باید ازش دفاع کنی. من توی دنیا در مقابل محبت‌های دو نفر نتونستم ازشون دفاع کنم.
میرم و دعا میکنم که دیر نشده باشه. کجا داری میری؟ پرسیدم کجا داری میری؟ نمیدونم. تو هیچ وقت چی ندونستی؟ یه روزم نمیتونی رو پای خودت بایستی، بدبخت. برو فرار کن، عادت همیشگیته، فرار کن. نمیبینی؟ دارم فرار میکنم. خانم پرستار. بله. مریض اتاق 122 به زودی سردردش شروع میشه. ممکنه خواهش کنم بهش یه مسکن بدین؟ سردردش شروع میشه؟ بله، سردردش شروع میشه. میخوام یه نردبون درست کنم. نردبون برای چی؟ الکی، شاید یه موقع به درد یه نفر خوب. سلام. اینم کیک برای سارا. چه خبره؟ دایی جون. ها ها، چی؟ چی کار داریم میکنی؟ حالا نوبت توه؟ مگه ندینی تا حالا یه نفر یه چیزی عره کنه؟ از صبح که اومده یه راست رفته سراغ این تیرو تخته ها. بیدشی ممنون من جون، یه عالمه کار دارم. دایی جون کاری نداری؟ اگه چند تا میخ داشتی بیا. حتما. خدا حافظ. من نمیخوام. غذای ساراست، واسش میبری؟ آره. نه، اگه به منم جواب نداد چی؟ حالا شاید حرف زد. سلام، نهارت آوردم، اینم خاله مریم برات پخته. اگه گفتی 5 فیل چطوری سوار ماشین میشه؟ 2 میشینن جلو، 3 عقب. حالا نهارتو میخوری؟ بعدش منو میبرید؟ من تو رو هیچ جا نمیبرم، تو همین جا میمونی، مگه اینکه خودت بخوای بری. میخوای بری؟ ها؟ میخوای بری؟ خب پس چرا بارونی تو در نمیاری؟ ها؟ بده برات کوکش کنم. نه، مال شما.
اینو میدی به من؟ آره مامانم داده برای روز تولدمه. آدم که هدیه تولدشو به کسی نمیده. میده. شما دوستش دارید؟ من خیلی دوستش دارم. هر وقت ببینمش یاد تو میفتم و هر وقت صداشو بشنوم یاد صدای قشنگ تو میفتم. راست میگید؟ آره عزیزم، آره. حالا بیا غذاتو بخور. باید غذا بخوری تا قوی بشی. هیچ میدونی آدم تو زندگیش باید خیلی قوی باشه؟ آره. من برای اینکه قوی باشم هم غذا میخورم و هم آرزو میکنم. بیا عزیزم بخور. خوشمزه است؟ بخور بخور سارا جان. پرسیدم برمیگرده خونه؟ برو بیرون. میرم، اما بعد از اینکه به حرفام گوش بده. من و تو مدت هاست حرفی برای گفتن نداریم. حالا خواهش میکنم برو بیرون. میدونم. خوشحالم که میدونی. پس حالا لطفا تو کسی چیزی نفهمیده برو بیرون. اگر به حرفام گوش ندی مجبور میشم فریاد بزنم. خیلی خوب، پس من میرم. خانم رضایی، من پشیمونم. خواهش میکنم صداتو بلند نکن. من اومدم ازت دفاع کنم. در مقابل چی؟ در مقابل محبتات. محبتی نمونده. چرا؟ هنوز اون تهمه ها باید یه چیزایی مونده باشه. نمونده. برو بیرون. بسیار خوب، خودت خواستی. من امروز اومدم اینجا تا در مقابل همتون از یه نفر معذرت بخوام. فقط یه بار به حرفم گوش کن. به خاطر سارا. به خاطر سارا؟ تو و خواهرت با بی‌رحمی نذاشتین حتی یه دفعه اونو ببینم. حالا میگی به خاطر سارا؟ سارا رفته میترا. ما تصادف کردیم. سارا تصادف کرده. بگو که سالمه مجید. تو رو خدا بگو که چیزیش نشده. محض رضای خدا بیا فقط یه بار با هم درست حرف بزنیم. درست حرف بزنیم؟ اگر سارا برات اهمیت داره باید با هم درست حرف بزنیم. من از همه تون معذرت میخوام. مجید، مجید! مسخره هست. اومدیم پارک. تو این مدت چند دفعه اومدیم پارک؟ نمیدونم. یه دفعه، اونم قبل از اینکه سارا به دنیا بیاد. چند دفعه با هم دعوا کردیم. نمیدونم. ولی من میدونم. تقریبا هر وقت فرصت پیش میاد سارا حق داره فکر کنه من دوستش ندارم، برای اینکه اجازه دیدنشو نداشتم. ولی تو چی؟
مگه زهره بیشتر از من براش دلسوزی نمی کرد؟ مگه همه تون براش دلسوزی نمی کردی؟ مگه مشکل اصلی من نبودم؟ نه، من بودم. چی کارش کردین؟ نمیدونم. چیزی هست که تو بدونی؟ بله میترا، اونجا توی گوشه این شهر یه دختر بچه بدبخت هست که مال ماست، مال من و تو، و آدمایی هستن که بیشتر از من و تو دوستش دارن و حاضرن هر کاری به خاطر اون بکنن. اونا حاضر نیستن سارا رو به ما برگردونن چون ما پدر و مادرش هستیم، و من به اونا حق میدم. چی کار کنیم مجید؟ حرف بزنیم میترا، بیا حرف بزنیم. بیا بیا من اینجا. آدم های شاخدار. مثل اینکه در میزنن. و سلام سارا خانم گل، حالت چطوره؟ سلام. صبحی نشد برات عکس گاو بکشم، اما تو شرکت برات کشیدم و آوردم. بیا. نه. گاوی از اتاق بیرون اومد؟ والا اول راضی نمی شده که بیاد بیرون، اینقدر از خانم گاوه خواهش و تمنا کردن تا وقتی که خانم گاوه فهمیده قرار بیاد پیش شما راضی شده که بیاد بیرون. آره خب نمیتونست که تو شرکت بمونه. حالا چرا اونجا وایستادیم؟ بفرمایید. سلام. خیلی خوش آمدید. ممنون با زحمت های ما. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. به به چه نقاشی قشنگی. به 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 اینا برای شما میخواستم. متشکرم سارا جان، متشکرم. میشه ببریدش گاودونی؟ چرا که نه، اینو میسپارمش به نازی تا بزرگش کنه. تو نازی رو میشناسی؟ نه. اه نازی شاگرد اول گاواست. بفرمایید. اینم بزرگترین کشتی روی سبد. وای دایی جون کار شما حتما. آره کار من یا تو؟ یه سارا چند خواهش میکنم تشریف بیارید. مرحبت شما زیاد. امشب فردا اوی قوی ترشو برداشت. خوب سارا جان دیگه بخواب، شب بخیر. میشه برام قصه بگید؟ چرا نگم؟ من هیچ چیزی تو دنیا بیشتر از این دوست ندارم که برای بچه ها قصه بگم. همیشه میگید؟ چه بگم؟ تو
دارید گریه میکنید؟ من سارا جان الان چطور بگم، چشم یه کمی داره میسوزه الان. خب تو دوست داری من چه قصه ای برات بگم؟ قصه سارا. جانم برای سارا بگه. سارا هم مثل تو خوشگل و زیبا بود. سارا هم تو زندگیش خیلی خیلی سختی ها کشید، ولی دوره این سختی ها سارا جان بالاخره کوتاهه. ما خوشی ها و شادی ها هر جا که باشن از راه میرسن، و وقتی شادی ها میان آدم اصلا دیگه یادش میره که غمی هم بوده. اگه اینطور نباشه اصلا هیچ آدمی نمیتونه زندگی کنه. مثل شب که میره و روز میاد. بفرمایید. سلام بفرمایید. خوش آمدید. سلام خوش آمدید. سارا عزیزم، منو میترا تصمیم گرفتیم با هم بیام دنبال سارا. آقای لطفی، ما اومدیم تا از سارا تا هر وقت که زنده هستیم در مقابل هر چیز و هر کسی که بخواد آرامش سارا رو به خطر بندازه دفاع کنیم. شما حرف ما رو باور میکنین؟ بله، ما حرف شما رو باور میکنیم. سارا جان، نمیخوای به مامان بابا سلام کنی؟ سارا، ما مامان و بابای تو هستیم. شما مامان و بابای من نیستید. ما هستیم عزیزم. مامانو باباها بچه هاشونو دوست دارن. سارا ما خیلی دوستت داریم. اونا رو ول نمی کنن. ما اونا رو دعوا نمی کند. سارا، ما دیگه هیچ وقت باها دعوا نمی کنیم. قول میدیم، باور کن. اونا رو کتک می زنن. ما مامان و بابای خوب نبودیم عزیزم، ما رو ببخش. من شما رو دوست ندارم. آخه چرا؟ برای اینکه شما منو دوست ندادید. دوستت داریم عزیزم، خیلی دوستت داریم، خیلی خیلی دوستت داریم. سارا، من و مامان اومدیم اینجا تا با هم بریم خونه خودمون. ما میخوایم کاری بکنیم که تو همیشه راحت و خوشحال زندگی کنی. ما میخوایم گذشته رو جبران کنیم سارا.
یعنی چی؟ یعنی تلافی کنن، یعنی کاری کنن که منش خیلی خیلی خوبه دختر. حالا من چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ حرفاشونو باور کن دخترم، باور کن. من دلم براتون تنگ میشه. مام دلمون برا تو تنگ میشه سارا جان. منم دلم برا تنگ میشه سارا جان. سارا دل منم برا تنگ میشه. سارا کوچولو دل منم برای تو تنگ میشه. میاید؟ ما همیشه میایم دیدنت. یادت باشه اگه یه روزی برات تو زندگی مشکلی پیش اومد، بدون یه عمو لطفی هستش که حاضر به خاطر تو کمر شیر رو بشکنه. عمو لطفی هیچ وقت دروغ نمیگه عزیزم. دیدی؟ جان یه لحظه از کنارم دور بشه، اگه سارا سارای ما بود کاری میکردم غیر از خنده، هیچ چیز دیگه ای رو لباش نیاد. اونایی که فکر میکنن بچه ها چون بچه هم نمیفهمند خیلی اشتباه میکنن. بچه ها خیلی بیشتر از اون چه که ما فکر میکنیم میفهمند. اونا اون چه که در اطرافشون میگذره یا اتفاق میفته میبینن و حس میکنن و برای همینه که غصه میخورن و احساس بدبختی میکنن. اگرچه بلد نباشن اونو بنویسن.